اشوان آهنگ جدید داد بالاخره، یعنی جزو میشه گفت کمکارترین خواننده هامونه که وقتی کار میده کارش قویه، یعنی مثلا خیلی طول میکشه تا آهنگ بده ولی اون آهنگی که میده قشنگ میشوره میبره اون تایمی که وقفه افتاده بین آهنگاش آهنگ داده. من یه تیکه از آهنگشو توی کنسرتش ظاهراً اجرا کرده و شنیدم و برگام ریخت و بیایم با هم دیگه ببینیم و برگامو بریزه، یعنی بشنویم ببینیم. تیزر داره، تیزرشو میخوام بیارم این وری چون اگر اشتباه نکنم آره نیما بختیار کارگردانی کرده، کارگردانیش واقعا حرف داره واسه گفتن. میبینید اوکیه؟ بریم. همه جا حرف از توه، تبریک میگم عشق من، هر کی حالتو میپرسه نمیدونم چی بهش بگم، نبینم بسوی چشات دیوونه، حالا حرف از توه. این فضایی که ایجاد کرده خیلی باحاله. شاید مثلا خیلی دیگه هم این کار کرده باشن اما نمیدونم، به نظرم با این کلاهه، کلاه شاپویی که گذاشت، کلاه شاپو میگن چیه، اسم دیگه هم داره، کلاه خاخامی، چیز باحالی در اومده. شاد دیوونه حالا حرف از توه، ببینر کی که دوست داشت شب برید و رفت از دوره، هر کاری میکرم سر باشی از همه، هر روزی گذشت خالی شد از همه، طوری واسم آخرین قسم به جون خودت دیگه تنهایی رسمه، یه حرفایی هر جای جاشنی یاد گرفته بودی غر باشتی، تو هم که بمون نبودی میرفتی، جانش خوشو داشتی، متاسفانه آدم های غلط. رپ خونده، البته رپ که نه نه نه، آرنبی خونده و دیدیم که قبلا شاهدش بودیم اشوان از این کارو کرده و این سبک چقدر بهش تسلط داره. حالا قدیمی ها یادشون نمیاد اما ما یادمونه که اشوان از کجا شروع کرد و همون اولین آهنگی که داد همراه با موزیک ویدیو بود و چقدر خفن بود. بریم بشنویم، وقتشه بریم. نکته جالبش اینه که توی ترانش یه اسم دیگه هم اومده کنار اشوان، سامی شریف، که اونم به شدت خفنه. قبلا در موردش حرف زدیم، حالا ویدیوهاشو میذارم اگه دوست داشتین ببینید. دیگه بعد از این همه وقت وقتشه که آهنگ جدید اشوانو با هم بشنویم. برو بریم. ویژوالایزرش متفاوته نسبت به سریای قبلی، یه موزیک ویدیو نباید داشته باشه این کار. ترانه ملودی اشوان، تنظیم هادی جولانی عزیز، میکس و مسترینگ هم هادی جولانی عزیز. نمیدونم بسم باید بگم یا نه، یادم همشه دوستاشی تو چشم باشی، دوستاشی همه به توجه کنم. چیز توجه بوده میگم، همه نگاه رو تو، همه جا حرف از توه، تبریک می اینجا رو صدا خیلی نویزی شد وقتی ها تبریک میگم، همه نگاه رو تو، همه جا حرف از توه، تبریک میگم عشق من، هر کیا. جالبه که فقط اولش نویز داشت، گوش کن، فقط اینترو نویز داره بعدش اوکی میشه موزیک. همه نگار تو اینجا اوکی، همه جا حرف از توه، تبریک میگم عشق من، هر کی حالتو میپرسه نمیدونم چی بهش بگم، نبینم بغضوی چشات دیوونه، حالا حرف از توه، ببین هر کی که دوست داشت یه شب برید و رفت از دوره، که هر کاری میکردم سر باشی از همه، هر روزی گذشت خالی شد از همه، ای طوری واسم آخرین قسم به جون خودت دیگه تنهایی بسمه، میگه تو بودی واسم آخرین قسم به جون خودت دیگه تنهایی بسمه. خیلی اگر معنی این شعر رو بفهمی و درکش کنی صرفا نشنویش، به نظرم خیلی حرف توشه که میگه تا
تو منو به چیز دادی، ولی دیگه نمیتونم، هوا اینقدر گرمه که باید در این ابعاد آب میوه خورد. برو بریم. حرفایی هر جای جاش یکم به جون خود دیگه تنهایی بسمه، یه حرفایی هر جای جاش نی یاد گرفته بودی غرب واشتی، تو هم که بمون نبودی میرفتی چون اشتشو داشتی متاسفانه. رپ R&B R&B میرفتی چون اشتشو داشتی متاسفانه، آدم های غلط میان سر را تو میکنن تو رو ساده کلت لعنتی. این آهنگو اگه یه هفته پیش میدادی منم میومدم کنسرتت، اجرای زندهش از نزدیک میدیدم، پشمام میریخ و کیف میکردم. چه کاریه آخه، چه کاریه، چرا این بردارم گلدم کلا رو. بریم برو. سفان یادگاری ازت، یه مش قرص و یه تن لط و پار، فقط بعدشین خودم آدمت کردم، باورت کردم شدی شارگه گردن، بعدشین من که با همه سردم، یه رو تو بودی اول و آخر حرفم. دیگه وقتش بری برو زل زدی به چی باش. این که اشوان اینقدر حرفه‌ای آواز میخونه، شاید تا قبل از اینکه برم کنسرتش میگفتم نه این مثلا داستان داره، این آواز خوندنش، این تحریرایی که میکنه، اما از نزدیک من به چشم خیشتن دیدم که چه میکنه اشوان، که قطعا هر جای دیگه ای بود اصلا میترکوند، شاید حتی بیشتر از چیزی که توی ایران داره میترکونه. اوج صداش واقعا درجه یکه و بخوام بدون اغراق بگم کم نظیره. اینکه الان اشوان در کنار اون مهارتش، در کنار اون تواناییش میتونه اینقدر روون رپ کنه، به نظرم یه ویژگی دیگه شو داره اینجوری نشون میده و قبلا هم این اتفاق افتاده بود، ولی شاید مثلا نه به این شدت. امیدوارم که این اتفاق هی بیشتر و بیشتر بیفته تا اینکه بچه های رپیمونم، بچه های هیپاپمونم، اون آدم حسابیاش بتونن توی کشور خودمون کنسرت برگزار کنن و بتونیم بریم دور هم دیگه با هم عشق کنیم کنسرتاشون. و کنسرت اشوان کاش قبل از محرم بذاره، از این کاشایی که میدونی هیچ وقت نمیشه، از اوناست. برو باشمم بد و تو خوب، یکم اقعب برو زل زدی به چی باشمم بد و تو خوب، از سنر چی تو اگی خاری کردی که بشم از سم عالم بدور، برو دوراتو بزن هیچکی که نمیشه آدم مزور، دیگه وقتشه بری برو زل زدی به چی باشمم بد و تو خوب، اصلا هرچی تو اگی خاری کردی که بشم اصلا عالم مدود، برو دوراتو بزن هیچکی که نمیشه آدم مزور. نقطه مقابل فکر من نباشه این آهنگ، فکر میکنم اون کاملا عاشقانه، یعنی یه عشق از دست رفته رو داشت میخوند و ستایش میکرد و خودش رو باعث و بانی این وضعیت میدید. الان جا عوض شده، الان اونی که رفته مقصره. اوورتور خوبی داره، تو رو آماده میکنه که ورس دوم بشنوی. باشه بخند چجوری روت میشه بگی نرفا رو راجب من، با میشه پات به هر دری که باز جالب، نه کاشت شاتم باشه یکم یکی برات نگرانه بفهم، حالا جاشه بگم چجوری روت میشه بگی نرفا رو راجب من، تو رو میشناسن هر جا باشی ولی خب با اسم من،
میترسم هر کی بعد تو به هم میگه عاشقتم. اینم امیدوارم کسایی که دارن این آهنگو میشنون درک نکنن. درک کردن بعضی از آهنگا واقعا خیلی دارکه، اینکه میترسم از اینکه هر کسی بگه عاشقتم چون یه خاطره بد داری و ناخودآگاه بدبینت کرده. هر کی بعد تو به هم میگه عاشقتم. دیگه وقتشه بری، برو زل زدی به چی، باشم من بد و تو خوب، اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم از همه عالم دور، برو دوراتو بزن ایشکی که نمیشه آدم مزور. دیگه وقتشه بری، برو زل زدی به چی، باشه من بد و تو خوب، اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم از همه عالم دور. افکتی که آخرش داد جالب بود. خب آقا، اینم آهنگ جدید اشوان، شنیدیمش. یادم نمیاد آخرین بار اشوان کی اینجوری دیسترک بود. آقا دیسلاف بود دیگه، کی همچین فضایی رو قبلن آورده بود توی کاراش. اما دقیقا این آهنگ نقطه مقابل فکر من نباشه. فکر من نباشه فکر میکنم یکی از بهترین آهنگای اشوان محسوب میشه الان و وقتش بری نقطه مقابل اون بود. ترکیب جالبی بود اینکه این فضاها رو کنار هم دیگه میتونه در بیاره و هر دوشون رو به خوبی اجرا بکنه. تنظیمش خوب بود، ترانه به شدت جذاب بود، اون فرمی که عوض کرد توی ورس اول، اون قسمت رپی که داشت، دکلمه‌ای که داشت، آرنبی که داشت، نمیدونم اسمشو چی بذارم، جذاب کرده بود کارو و گفتم که امیدوارم بیشتر اتفاق بیفته. داریم میبینیم خواننده‌های مختلف این کار انجام میدن که فضا بازتر میشه برای یه سری خواننده‌ای که شاید خیلی وقت از صحنه دورن و جاشون خالیه. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. امیدوارم که اشوان پرکار بشه. ما هنوز، من یادمه قبل کرونا یه مصاحبه ای بود، یعنی بعد از کنسرت اشوان ازش مصاحبه کردن که برنامه برای آینده چیه. گفتش میخوام آلبوم بدم خیلی زود. از اون خیلی زود الان فکر میکنم نزدیک 3 سال بیشتر گذشته و جای خالی آلبوم اشوان به شدت حس میشه. آلبوم تا الان نداده اشوان فکر میکنم و امیدوارم که این کمکاری ها به خاطر کامل کردن اون آلبومه باشه که به شدت من خودم منتظر اون آلبومم و به نظرم خیلی بد جذاب باشه. خیلی چکرین، دمتون گرم. نظرتون رو بنویسین راجع به این آهنگ و کاش زودتر میداد این آهنگو که میتونستیم توی کنسرت هم اجرای زنده‌ش رو داشته باشیم. قربان شما. تا یه ویدیو دیگه، لینک اصلی آهنگم میذارم از کانال یوتیوب خود اشوان، میتونید بشنوین. حمایتاتون رو دریغ نکنید از آرتیستا روی پلتفرم‌های رسمی که این خیلی کمک میکنه به هنرشون.